مرصاد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ماست. آقای بروجردی، چقدر نگران کننده میتونه باشه برای اعضای کوچکتر ناتو وقتی میبینن که یک نامزدی که بالقوه میتونه رئیس جمهوری آمریکا بشه چنین تهدیدی رو علیه اونها مطرح میکنه؟ بعد عرض کنم که به نظر میاد که صحبت‌های آقای ترامپ این نگرانی‌ها رو جداً دامن زده. همچنین این مسئله که در کنگره امریکا اختلافات درونی سبب شده که اون بسته کمک مالی برای اوکراین رو نتونن تصویب بکنن، و همچنین مسئله عرض کنم نحوه کمک به اوکراین و ادامه اون جنگ. حالا این همه سبب شده که کشورهای اروپایی دارن برای اولین بار صحبت از این میکنن که شاید ما باید بیشتر به فکر گسترش فناوری‌های نظامی خودمون باشیم، تسلیحات و سرمایه گذاری در این راستا باشیم، به خصوص در رابطه با مسئله چتر اتمی. ببینید، واقعیتش اینه که از کشورهای عضو ناتو تنها انگلستان و فرانسه هستند که کشورهای اتمی هستند، خود بمب اتمی دارن، و فرانسه حتی در برنامه‌ریزی‌های اتمی ناتو شرکت نمی‌کنه، مستقل داره صحبت حرکت می‌کنه. حالا صحبت از این شده که آیا میشه اولا فرانسه رو قانع کرد که بیاد و این امکانات اتمیش رو در اختیار ناتو بذاره، که به نظر نمیاد دولت مردان فرانسه علاقه به این مسئله داشته باشن. این یک نکته اول هست. و دوم این که اروپایی‌ها دارن یادآوری میکنن که خب این تصمیم گیری در رابطه با استفاده از سلاح‌های اتمی که در امریکا در اروپا، خاک اروپا مستقر کرده، این تصمیم با واشنگتن هست و اونها در از نقش حمایت کننده دارن. مثلا فکر کنین پرسنلشون نبرسن نظامیشون کمک میکنه یا هواپیما میتونن بفرستن، ولی تصمیم رو واشنگتن میگیره. و حالا ما شاهد این هستیم که حتی اعضای آلمانی اتحادیه اروپا دارن از این صحبت میکنن که شاید ما باید چتر اتمی خودمون رو داشته باشیم. و به نظر میاد تبعات صحبت‌های آقای ترامپ واقعا دامن زده به این اختلافات، و همینجور که در گزارش شما هم از رئیس ناتو بود، ایشون داره سعی میکنه که از این مسئله جلوگیری بکنه و هنوز همه رو بر اساس یک پیمان متحدی آنچنان که تا به حال بوده اجازه بدن که جلو بره. چقدر فکر میکنید ولی اینها ممکنه فقط واقعا رتوریک سیاسی باشه؟ چون پس از جنگ جهانی دوم بالاخره ناتو یکی از مهمترین اتحادهای بین المللی بوده که به خصوص برای جهان غرب متضمن این امنیت فعلی بوده. درسته، این مسئله واقعا وجود داره، اما یادمون نره ببینید فرانسه خودش رو به عنوان یک نیروی متعادل کننده در به اصطلاح در ناتو میبینه، درسته، و حاضر نبوده که بیاد کاملا با امریکا یکسان در این رابطه رفتار بکنه. بنابراین این مسئله هم، این اختلاف هم میتونه جدی باشه، ولی بله فکر میکنم بخشی از تبعات این مسئله برمیگرده به اینکه اونها چه شکلی میخوان فشار بیارن در رابطه با حرفایی که آقای ترامپ میزن اگر ایشون برگرده، و نگرانی هاشون رو از الان دارن مطرح میکنن تا به این امید که ترامپ هم از موضعش یک مقدار عقب نشینی بکنه. ممنونم از شما. مرصاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری.